این اوکراین رو، ایران رو اگه بخوایم نقش روسیه درش بفهمیم، بایستی به همین اوکراین و جنگش توجه بکنیم که روسیه سخت براش که بیاد بذاره ایران بره تو بغل آمریکا، چون هم مرز با ایران تقریبا. حالا اوکراین هم جنگش همین، البته اوکراین رسما مال خودش بود، چون اوکراین یک سرزمین کهن و قدیمی است که اصلا بهشت روی زمین اگه باشه اونجاست. واقعا میدونید که از نظر وسعت بعد از روسیه در اروپا وسیع ترین کشور اوکراینه. خاک این کشور یه خاکی اهورایی، همه عالم و آدم گفتن، میگن تا در جنگ جهانی دوم خاک اوکراین رو آلمان ها میبردن. متوجه میشین؟ اینها امپراتوری قوی هم داشتن که مغول با حمله که بینا کرد اینا رو نابودشون کرد، یعنی اوکراین بزرگ و عظمتی که داشت از بین برد، که اصلا پایتخت یک مدتی خود روسیه بزرگ مثلا اینجا بود. از نظر حاصل خیز بودن زمین در اوکراین خیلی مهمه، اصلا احتیاج به کود نداره، احتیاج به کود نداره، و بهترین خاک جهان که خاک سرخ و سیاه هست مال اوکراینه. و بعد خیلی از مسائلی که شما مثلا آهن، نیکل، فولاد جهان و خود روسیه نصفشو از اوکراین تامین میکرده و میکنه. برای اروپا اوکراین گلوگاه انرژی گاز، 50% گاز 25 کشور اروپایی که از روسیه ارزون میخرن از اوکراین میگذره. الان تو فرانسه جنجال و دعوا راه افتاده، چون قیمت رفته بالا، بنزین که رفته بالا بماند گازم رفته بالا. همه میگن به سال 1973 شده، 73 موقعی بود که محمد رضا شاه پادشاه و خردمند ایران قیمت نفت برد بالا، اینا تنبوناشون تر شد. الان هم دوباره تنبونای ما قبلا بنزین میزدیم با این ماشین، یک ماشین خوردی داریم، ما قبلا بزرگ داشتیم، گفتیم ما خوردیش کنیم، خوردی بهتره، یعنی خوردی یعنی کوچک، خورد خورده اوستا، ها این خورازیونیه میشه دیگه. ما سابق با 40 یورو این ماشین ما بنزین میکردیم پر میشد. ولی که بفهمین وضع فرانسه هم چجور خرابه، بعضی ها غیبی میگن آقا ما بریم پاریس، پاریس ما وضع خراب شده، همه جا جنگ، همه جا میبه چه هم میگن باورش نمیشه. حالا دیروز من رفتم بنزین میزنم، 40 اوروی من، حالا 42-43 اورو، ماکسیمون 45 اورو، یکم دیگه ته ته شد، شد 64 اورو. یعنی شما ببینید چقدر قیمت رفته بالا. حالا گاز خونمون که اصلا دو برابر شده، گاز دو برابر شده. مثلا اگه ما قبلا ما 600 یورو پول گاز فقط میدادیم، حالا میشه ما 600 یورو فقط یورو پول گاز. خب این اوکراین چنین سرزمینی بود، زغال سنگ، جیوه، عرض کنم خدمتتون خیلی چیز، اصلا اوکراین طلا از هر جاش بود. حالا سال 2004 که دو تا ویکتور نامزد ریاست جمهوری دادن، یک ویکتور مرد، یک ویکتور دیگه شهید شد، مظلوم شد، افتاد مرد، متوجه میشین؟ این مملکتی که واقعا تا سال 900 و تا سال 988، یعنی 1100 سال قبل، همش بت پرست بودن، الان اکثریتشان مسیحی هم. اما مسیح دینامین این همه دکون، اینا یادتون نره، اینا دکونه، دکونه. از سال 2014 روسیه خودش رو آماده کرد که بیاد و اینجا رو بگیره. اگه میخواست اینجا رو با جنگ و درگیر بگیره، چون دید با انتخابات من انتخابات نمیتونه، ضعیفه، خودش روسیه برای جنگ آماده کرد اوکراین. یعنی شوربختانه تو دام افتاد که پوتین آدم ابله و احمق نیست، اتحاد جماهیر شوروی سابق روسیه کنونی آدم احمق نیستن، اینا با حساب اونجا حمله کردن. زیان میکنه روسیه، ولی زیانی که دنیا میکنه، دنیا خصوصا اروپا میکنه بیشتره. البته آمریکا سود میبره، آمریکا سود میبره، چون یه دشمن خودش رو درگیر که میکنه، هیچ بعدی گاز داره، گاز میفروشه، او گازی که آمریکا میخواد بفروشه از کانالای دیگرش میخواد بفروشه،
قرض کنم خدمتتون گرونتر در میاد، برای اروپا بد میشه. اینجاست که اگر در ایران یه ذکاوت درست باشه، بچه ها گوش کنید، یه ذکاوت خوب بر ایران حاکم بشه، این بهترین موقعیته که ایران آخونده رو بسنه کنار، ابرقدرت بشه، نفت و گاز و اینا رو به دنیا میده میفروشه، درگیر روسیه، روسیه دیگه سرش بنده نمیتونه بیاد بگه که آقا ما برای برجام میتونم ما تعیین تکلیف میکنیم. یارو خودش چیز محقق و تحقیقگری رجب آقا، این رجب سفروف خودش متخصص میگه آقا غیر ممکنه که روسیه اجازه بده این کار بشه. استاد رجب هم ما داشتیم مشهد، استاد رجب هم همینجور تو مشهد ما یک استاد رجبی داشتیم عظیمی، خدا رحمتش کنه، روان شاد. استاد رجب خونه میشخ برای مردم، خونه میشخ با ارزون ترین قیمت برای مردم. اون زمان شاه به جون تو 10,000 تومان اگه داشتی چقدر؟ گوش کن، 10,000 تومان به یزدان سوگند استاد رجب برات یک خونه میساخت، برای خود من ساخت. من 17 سالم بود، من میدونی استقلال مالی داشتم، کار میکردم از کودکی. ما یک زمین خریدیم یک جایی مشهدم اون طرفا 28,000 تومان زمینا. بعد ایشون گفتم که میخوای اینجا بسازیم، گفت باشه. فردا آمد شفته ریخت و خودشو با دو تا دیگه کار اینا یک طبقه رو ساخت. ما شدم کریه بدیم اینا، چقدر شد حاج آقا؟ حالا استاد رجب 10,000 تومان و برای بقیه هم همینجور. یه استاد رجب خدا رحمتش کنه، فرزندان خوبی هم داشت، همسران خوبی هم داشت، چون چند همسر داشت، در کوی طلاب زندگی میکرد، انسان بسیار بزرگواری بود. چقدر خدا مهربونه واقعا. من امروز ببین از این رجب سفروف ببین تو روس و مسکو التیاسیش تاجیکی رجب سفروف میخوام حرف بزنم، یاد مشهد میفتم و استاد رجب ازش تقلیل میکنم. برای آقا رجب سفروف تاجیکه، اهل تاجیکستانه، ولی زیرکی من فکر کنم خیلی ایران دوست داره، میاد لو میده روسا رو شدیدا لو میده. هم ولی تو ملت ایران باید خر نباشی بفهمی، برای تو آدم رنده وقتی تو پرانتزی حرف ایران زنن تو باید بفهمی، نمیفهمی فوش خار مدن میدین با آدما. آقا یارو روسا باید این داره به تو اطلاعات میده، اطلاعات بگیر احمق استفاده کن، چه سیاست مداری چه نیستی هستی، خلاصه اینا رو تجلیل کنین ازشون. من آقا رجب سفروف بگم درود بر تو. آقا اسراری که اینا مطرح میکنن خیلی مهم، به گوش کنید واقعا بفهمید که اسرار یعنی چی. حالا صحبت اون که ایرانی غربگرا بدتر است برای منافع روسیه از ایرانی هسته‌ای، این صحبت های بنده حقیر بود که از منبری خیلی بلند و بارها گفته بودم و برای این 13 دلیل آوردم که چرا ایرانی غربگرا از ایرانی هسته‌ای برای ما باعث نگرانی و تهدیدآمیزه. یکی از اصلا من گفتم که اگر ایران غربگرا باشه و دولتی غربگرا بیاد، از همون لحظه فروپاشی روسیه شروع میشه، اینقدر برای ما این تهدیده. اونجا گفتیم که ایران یک سپری آهنی هست که هر روز ما را داره از هزاران بلاها نجات میده. پس در واقع شما معتقدید که اگر که جمهوری اسلامی مواضع ضد غرب خودش رو ادامه بده، به هر حال این به نفع منافع روسیه است، هرچند ممکنه به نفع منافع ایران نباشه. کاملا اینجوریه که ما نمیگیم که بزیان خودش علیه غرب و کشورهای دیگه درست بکنه. سیاستی روسیه این است که جمهوری اسلامی ایران باید با تمام جهان ارتباط خوب و کاری و عادی داشته باشه. چرا اونا باید تعیین کنن که جمهوری اسلامی چی کار کنه؟ نه، این درخواست را داره، آرزوی این را داره.